ای ای سلام خوشگله چطورین مثل اینکه باید بعد از اینکه دیروز راجع به دستگیری لیلدرک صحبت کردیم یه سری جدیدی رو شروع کنیم به نام پایان لیلدرک این چیزی که امروز داریم راجبش صحبت میکنیم داستان لیلدرک که داریم راجبش صحبت میکنیم ادامه قسمت قبلی که دیروز از پایان لیلدرک اومد بیرون یه سری جدید که باید شروع کنیم و توش پرونده لیلدرک رو بررسی بکنیم همونطور که پرونده دیدیو بررسی کردیم و همونطور که پرونده کانیوست و آدم های دیگه که دارن به مشکلات جدیدی برمیخورن و بررسی میکنیم لیل درک به طور خاص کیس خیلی جذابیه یکی از پرطرفدارترین گنگستا رپرهای چی میگن معاصرتر توی ایران و توی دنیا و یکی از کسایی که تونست صحنه دیل شیکاگو رو زنده نگه داره و یکی از معدود کسایی که تونست از اون صحنه جون سالم به در ببره و همچنان به عنوان یه آرتیست ایلیسه به عنوان یکی از های فعالیت هی بکنه توی فضای آمریکا خب لیلدرک دیروز به طور رسمی دستگیر شد منم دیروز ویدیو درست کردم اطلاعات اولیه دستگیریش تا اونجایی که میدونستیم و بهتون گفتم داستان همه چی از اونجا شروع شد که کواندوراندو و کینگ وان اگه میخوام یه تیکه یاداوری کوتاه میکنم بعدش میسراغ اطلاعات جدیدی که داریم به طور خاص راجع به تلاش واسه فرار لیلدرک و از اون طرف اطلاعات جدیدی که راجب به شوترها و اسنیچی که توی اوتی وجود داشت صحبت میکنیم خب اول واسه اینکه داستان رو بفهمین بذارین یه پس زمینه بهتون بگم کواندوراندو یکی از دوستای صمیمی و عضو لیبل ان بی یانگ بوی خب کینگ وان رو هم که همه میشناسید یکی از دوستای صمیمی و یکی از اعضای او تی اف کواندوراند کینگ وان داستان ما خب با ان بی یانگ بوی مشکل داشت King وان یه قاتل زنجیری بود که تبدیل به یه رپر شده بود و بیشتر از 5 تا قتل به انجام رسونده بود تقریبا 5 6 مطمئن نیم مثلا تو 7 8 تا حدس میزنم ولی باز میگم با اطمینان به 5 تا میتونیم اشاره بکنیم و کینگوان از موقعی که وارد صحنه شد همزمان با موقعی بود که ان بی بوی داشت منفجر میشد و از اول داستان کلا یه نگاه چپ چپی به ان بی بوی داشت و به نظرش میومد که اون زحمتی که کینگوان کشیده و اون کردیتی که تو خیابون داره به نظر میاد همونطوری داره به ان بی یانگ هم داده میشه و به نظر میاد کینگ اونقدر از این خوشش نمی اومد. از اینکه اون توجهی که داره به کینگ به عنوان یه گنگستر رپر میشه داره به یه نفر دیگه که سن کمتری داره و سابقه کمتری داره هم داده میشه خب NBA یانگ بوی اینجا بخوام داستان کامل مش دشمنی رو بهتون میگم که بدونی چجوری به اینجا رسیدیم NBA یانگ بوی یه دوست دختر داشت که خیلی دوستش داشت یه دوست دختر داشت که اسمش رو رو صورتش تتو کرده بود و کلا یکی از همون رابطه های طولانی تاکسیکی بود که طول زندگیش داشت NBA یانگ بوی وقتی تو سن کم به با یه چی میگم پس زمینه خیلی آنستیبل به پول زیاد و شهرت زیاد میرسی خیلی طبیعیه که بلوغ عاطفی اونقدر تو شکل نگرفته باشه واسه همین ما یه مجموعه از رابطه های ناموفق از یانگ بوی رو داریم که جنایه یکی از این خانمی که داریم راجعش صحبت میکنیم جنایه یکی از مهمترینشون بوده یکی از طولانیترین و بلند مدت ترین دوست دخترای یانگ بوی بود که سر و خیلی زیادی به پا کردن با هم دیگه مشکلای زیادی با هم داشتن روزای خیلی خوبی با هم داشتن از اون طرف یانگ بوی همیشه میگفتش که یه جای خاصی توی قلب من داره حتی اسمش رو بالای صورتش تتو کرده بود یانگ بوی و جنای هم اسم یانگ بوی رو روی خودش تتو کرده بود و میگم رابطهشون اینجوری داشت رابطه خیلی نزدیکی داشتن و یه جورایی اون چی یانگ بوی میگم تو مجموعه دو و زنا و پارتنرایی که داشته جنایه همیشه اون کسی بود که به نظر میومد از همه به یانگ بوی نزدیکتره و یه جورایی اون تیکه نرمتر یانگ بوی رو تونسته لمس بکنه و باش ارتباط برقرار بکنه و در این حال میگم توی همین دوره ای که یانگ بوی داشت معروف میشد و با جنایا هم رابطه داشت کینگ وان هم داشت به شهرت میرسید هر روز بیشتر و بیشتر کینگ وان سن بیشتری داشت و بعد از اینکه یانگ بوی و رابطهشون به هم میره به هم میخوره به نظر میاد کینگ وان توی حرکت انتحاری واسه اینکه یه جورایی حرس یانگ بویو در بیاره و در عین حال اذیتش بکنه میره موخ جنایا رو میزنه و چند جا با هم دیگه دیده میشن به طور خاص تو این عکس خیلی معروف جنایا رو میبینیم که همراه کینگوان از یه استودیو داره میاد بیرون این چند تا عکس یانگ بوی رو که اون موقعی که داریم راجعش صحبت میکنیم این عکس ها اومد بیرون چند وقت تازه از جدایش از جنایا میگذشت خیلی اذیت کرد و اینجا بود که اون جرقه های مشکل اساسی یانگ بوی و کینگوان خورد یعنی مشکلی که در این راجبش صحبت می‌کنیم یانگ بوی بچه‌ی شیکاگو نیست فکر همه همتون می‌دونید کینگ وان بچه‌ی شیکاگوه و دو نفر از دوتا ایالت مختلف و هم اینجوری مشکل داشته باشن به تپ به اون مشکل قدیمی هایی که مثلا تو بچگیشون اتفاق افتاده مربوط نیست مشکلی که بین کینگوان و یانگ بوی وجود داشت که در نهایت باعث مرگ کینگوان هم شد همه همه از همینجا شروع شد که کینگوان واسه یانگ بوی به عنوان یه گانگستر احترام قائل نبود و این عدم احترامش رو با کردن دوست دختر بلند مدت و کسی که یانگ بوی دوست داره میخواست به نمایش بذاره و در نهایت هم موفق شد حالا از اون طرف جنایه میگه که من رابطه با کینگ وان نداشتم ولی همین بیرون مردن این عکس کافی بود تا اینکه یانگ بوی عصبانی بشه و در نهایت اون دشمنی بین کینگ وان و یانگ بوی بالا بگیره و میگم رابطه بین قبل, قبل از اینکه این اتفاق بیفته قبل از اینکه کینگ وان بره و این دوست دختر یانگ بوی رو بکنه این رو بکنه OTF و فورکیتی اکیپ لیلدر دیکو کینگ وانینا با اکیپ یانگ بوی کواندوراندو اینا اتفاقا رابطه ای خیلی خوبی با هم داشتن ما اصلاً کلی ویدیو و استوری داریم که کینگ وان و کواندوراندو دارن با هم دیگه شوخی میکنن یانگ بوی پیششونه یانگ بوی با هم دیگه قبلا لایو گذاشتن صحبت کردن ولی این لحظه ای که کینگوان وان بعد از اینکه به موفق ترین لحظه کریرش رسید و یه جورایی تونست اون نقطه عطف و رد بکنه میاد و یه جورایی زید فیوریت یانگ بوی رو میزنه لحظه ای بود که اون بیف اصلی به شروع میشه اون بیف اصلی استارتش میخوره خب پس اینجا فهمیدیم که چجوری اون مشکل بین کمپ OTF که لیل کوکینگ کینگ وانن با, گنگ... با کمپ فورکیتی که یانگ بوی و کواندوراندو اینان به وجود اومد و اون رابطه ای که داشتن به هم خورد همش سر این دختر است جنایاست است خب بذار این دیگه از خودش میاداره ره. این دختر است که میگم در نهایت هم باعث شده که رابطه ای این دوتا کم به هم بریزه هم باعث شد که در نهایت ببینیم اون اتفاق سر کینگوان میاد خب کینگوان جنایی اون رابطه طولانی نداشتن میگم کینگوان صرفا می‌خواست یه پرشنگ بکوب و یه حرکتی بزنه مثلا بگه که کسی که دوست داشتی و گاییدم کیرا هم نیستی یه چنین فازی بیا این حرکت کیریا خواست بزنه بعد سر این حرکت دیدیم که رفت کار جنایی رو رسید جدا شدن تموم شد اینجا ولی دشمنی و کینه تموم نشد میگم یعنی که بین یانگ بوی و کینگ وان وجود داشت ادامه پیدا کرد و از اون طرف کواندوراندو هم که یه جورایی مثل داداش کوچولوی یانگ بوی بود بالاخره یانگ بوی در اومد و شروع کرد به کینگ وان و لیلرکینا کوسچر گفتن پشت صحنه به نظر میومد بین دوستای مشترکی که داشتن شروع کردن پشت سرش حرف زدن و در نهایت دیدیم که یه شب تو آتلانتا کینگ وان و کواندوراندو دم یه هوکا مثلا اسمشه سفره خونه تو اگه تو ایران میخوای اسمشو بزنیم باید بگیم توی سفره خونه تو میخواستن واسه افتر پارتی برن و توی پارکینگ سفره خونهه king one متوجه میشه که کواندوراندا هم اونجا توی پارکینگ حضور داره و توی ماشینیه همراه اکیپش از ماشین پیاده میشه میره کواندوراندا رو پیدا میکنه کواندوراندا هم از ماشین پیاده شده و فاصله بعد از اینکه king one میبینته شروع میکنه مشتاً رو به زمین میندازه king one کلاً هیکلیتر بود گنده تر بود زور بیشتر داشت و شروع میکنه به چاکولایت کردن کواندوراندو خب ولی حواسش به این نبود که لالتیم دوست کواندوراندو اون ور ماشین وایستاده لالتیم ماشین رو دور میزنه میاد و سه تا تیر کنم دو تا تو گردن و یه دونه تو پشت کینگوان میزنه و در نهایت اون تیرا باعث میشه که همون شب کینگوان جونش رو از دست بده و این مشکلی که بین OTF لیلدک و کینگوان خدا بیا مرز، و کواندوراندو یانگ بوی وجود داشته به یه لول جدیدی برسه نکن دشمنی لیول های مختلفی داره دیگه دشمنی اینجوریه که مثلا یه موقعی تو مثلا میری سوپرمارکت با ساب سوپرمارکت دعوت میشه تو یه لیولی دشمنی به وجود میاد یه موقعی یه نفر میاد مثلا کسی که دوستداری رو میکنه توی یه لیول دیگه ای مشکل به وجود میاد یه موقعی که خون ریخته میشه اونجا یه لول جدیدیه و این لحظه ای که کینگ وان که یکی از گنده ترین آدم های یکی از پول سازترین آدم های های شیکاگو هم بود به قتل میرسه نقطه عطف این دشمنیه نقطه بدون بازگشت به اصطلاح اون لحظه ای که حتی موقعی که داشتن این دو نفر یعنی کینگوان و کواندراند و کودککاری هم میکردن مشت و لگرم میزنن به صورت هم دیگه بازم نقطه غیرقابل بازگشت نبود ولی مرگ کینگوان چیزی بود که این اتفاق رو دیگه غیرقابل پس گرفتن کرد کینگوان قابل جایگزین شدن نبود و کینگوان امید یه منطقه گنده و یه حجم زیادی از آدمایی بود که داشتن تو شیکاگو زندگی میکردن کینگوان الگوی یه عالمه جوون بود که داشتن توی خیابونای شیکاگو با بگایی پیش میرفتن تا اینکه شاید یه روزی بتونن به اون جایی که داداش بزرگشون مثلا کینگوان رسیده برسن میدونی چی میگم و در نهایت به قتل رسیدن کینگوان باعث شد که این جنگ وارد یه مرحله جدیدی بشه و از اون طرف لیلدر که میگم یکی از پولدارترین و گنده ترین که تا حالا از صحنه شیکاگو اومده بیرون مجبور بشه توی لولی که انتقامش رو به خونی تری حالت ممکن بگیره و در نهایت همون انتقامی که مجبور شد به خاطر قتل کینگ وان از کواندوراندو ان بی یانگ بوی بگیره چیزیه که الان یه جورایی باعث پایان کریر و زندگی شده بریم راجع به این صحبت کنیم که کی... لیل چه, اتفاقی واسه افتاد و دو سال 2020 از سال 2020 که کینگ وان مرد تا سال تا سال 2022 که لیلک انتقامش رو گرفت چه مجموعه اتفاقاتی رخ داد و چه جوری پیش رفت این داستان ما تو سال 2020 کینگ وان رو از دست دادیم و همون سال سالی بود که لیلدرک یه روی جدید از کاراکترش رو به ما نشون داد سال 2020 سال سختی بود واسه لیلدرک که مجموعه از نزدیکترین دوستاش از جمله کینگ وان که یکی از پولسازترین آرتیستای دور های بود رو از دست داد و دیدیم که دشمنی هاش با آرتیستا و رپر های دیگه ای که توی صحنه داشتن فعالیت میکردن مثل ام بی یانگ بوی به یه لول جدیدی رسید لیل درک بچه شیکاگو آدم خشنیه و آدم فراموشکاری نیست و یه جمله خیلی مهمی که تو طول این دو سال 2020 تا 2022 همش از لیل درک میشنیدیم این بود که هیچ زمانی واسه انتقام گرفتن وجود نداره و فقط باید زمان مناسب و درست بکنی هیچ وقت واسه انتقام دیر نیست به اصطلاح از اون طرف یه کمپینی رو دیدیم که طرفدارای کینگ وان چه توی شیکاگو و چه تو سطح دنیا علیه لیلدرک پیش گرفتن همه وقتی که دیدن لیلدرک نزدیکترین دوستش و یکی از بهترین رفیقاش و یکی از های مورد علاقه همین طرفدارها یعنی کینگ وان رو از دست داده انتظار انتقام داشتن چون دقیقا میدونستیم که چه کسی مسئول این قتله شاید توی موقعیتی که تعریف کردم واسه شما کواندوراندو رو مسئول قتل ندونید و خود کینگوان که دعوا رو شروع کرده رو مسئول مردن خودش بدونید ولی از بیرون به عنوان یه طرفدار تعصب کینگوان همه کواندوراندو رو داشتن زیر فشار قرار میدادن و همه هدف ها روی کواندوراندو ان بی یانگ بوی بود و لیلدرک هم خوب اینو حس می کرد لیلدرک هر پستی میذاش کامنتاش پر میشد از کامنت های اسلاید فور وان هر جایی که اسم لیلدرک میومد همه میگفتن که برو انتقام کینگوان رو بگیر تا اون موقعی هیچ حرفی نواد بزنی و به نظر میاد در نهایت این فشارها به یه لولی رسید که لیلدرک توی سال 2022 حاضر شد یه عملیاتی رو بچینه و یه عملیاتی رو برنامه ریزی بکنه که توش برن و کواندوراندو رو به قصد کشتنش توی یه شهر دیگه تو اون وره آمریکا تو لس دنبالش بکنن و بکشنش و در نهایت همون قتل و همون پروژه و همون پرونده است که میبینیم الان باعث شده لیلدرک با پلیس فدرال آمریکا طرف باشه دستگیر بشه و حدس من اینه که حداقل توی مثلا 20 سال آینده ما لیلر رو به عنوان یه آدم آزاد نخواهیم دید از این لحظه به بعد با دیتیل بش صحبت می‌کنیم ولی بریم سال 2022 و اون تلاش واسه به قتل رسوندن کواندوراندو رو بررسی بکنیم تو سال 2022 کواندوراندو میره لس آنجلس و به نظر میاد که لس آنجلس میگم جایی که یه هاب واسه ای اینه که آرتیستا میرن قراردادشون میان اسپانسرشیپ باشون اوکی میکنن نتورک میکنن و یه جایی که آرتیستا کلا بروبیای زیادی دارن و از اون طرف کانکشن های خیلی زیادی دارن طبق پرونده ای که تا الان اومده بیرون به نظر میاد یکی از آدمایی که توی لس آنجلس زندگی میکرده و یکی از گنگ ممبرایی که ساکن خود لس آنجلس بوده خارج از همه آدمای دیگه که داریم راجعش صحبت میکنیم اینجا که شیکاگویان تماس میگیره با تیم لیلدرک و میگه که کواندوراندو توی فلان هتل، تو فلان جا توی لس آنجلس ساکنه و اگه میخواین گیرش بیارین الان بهترین موقع است. همون لحظه ای که این تماس صورت میگیره پروژه شروع میشه. لیلدرک بلا فاصله به زیر دستاش توی گنگ اوتیف دستور میده که یه تیم اسمبل بکنن از بهترین راننده ها، بهترین شوترها و بهترین برنامه ریزهایی که توی شیکاگو وجود داره. در نهایت 6 نفر اسمبل میشن 6 نفر که 4 نفرشون عضو اوتیف بودن و دو نفر دیگه از یکی از گنگ هایی که با اوتیف رابطه خوبی داشت و شوترهای معروف اون گنگ بودن استخدام میشن بهشون قول داده میشه که در صورتی که این پروژه موفقیت آمیز باشه و کواندوراندو به قتل برسه پول زیاد و موفقیت زیاد تو صنعت موسیقی جلو روشونه و همونطور که میدونید ما تو اصل زندگی میکنیم که کلاوت از پولم بیشتر تا... چیز داره اسمش یه جذابیت داره واسه مردم و اون کلاوتی که میتونست از سمت لیلدرک بعد از این قتل به سمت آدما بیاد به نظر میاد بزرگترین محرکی بود که در نهایت باعث شد این آدما زندگیشون رو بذارن کنار واسه چند هفته با هم دیگه بشینن برنامه ریزی بکنن اوتیف دیدی که یکی از نزدیکترین و یه جوری دست راست لیلدرکه بیاد و یه تیم شیش نفری اونجرز شیکاگو رو جمع بکنه بلیت هواپیما واسهشون بخره بیارتشون توی لس آنجلس تو لس آنجلس دوتا ماشین اجاره بکنن ببرن ماشینا رو شیشه رو دودی بکنن پلاک ها رو عوض بکنن دو روز تمام دنبال کواندوراندو بگردن توی پاساژا دنبالش باشن نکن اینجا میبینید کواندوراندو توی این ماشینه دو تا ماشین عقبتر یه دونه اینفینیتیه که دنبالشه دو تا ماشین عقبترش باز یه یعنی نو که دنبالش کنه این دوتا تا ماشینه که دنبال کواندوراندو هن همون اعضای اوتیف و اون شیشتا شیکاگوی مذکورن که اومدن تو لس آنجلس و دو روز تمام کواندو رو دارن دنبال میکنن تا یه جای خفت و خلوتی رو پیدا کنن واسه اینکه به قتلش برسونن میگم تجربه به قتل رسوندن اف داک توی یکی از شلوغترین پاساژهای شیکاگو و توجهی که به سمت خودش جلب کرد به نظر میومد باعث شده بود توی این پروژه توی این عملیات یه مقدار محتاطانتر کار کنن این گانگسترای ما و در نهایت موقعی که کواندوراندو تصمیم میگیره که بره و توی پمپ بنزین بنزین بزنه موقعیه که این دو, ن... دو تا ماشین و شش نفر توش تصمیم میگیرن که عملیات خودشون رو به اجرا بذارن توی یه کوچه پشتی ماشینا رو پارک میکنن سه نفر با سه تا اسلحه پیاده میشن سه تا اسلحه که اونا هم اوتیف دیدی خریده بود و در اختیارشون گذاشته بود و صندلی کمک راننده رو سوراخ سوراخ میکنن و به نظر میاد فکر که ب... یه تیکه هایی از ورس های مختلف لیلدر که الان گوشو گوش کنی معنای جدیدی پیدا میکنه به نظر میاد موقعی که توی ترافیک بودن کواندوران تو ماشین سه نفر بودن کواندوراندو دو خواهرش و پسر عموش کازینش لالپب که یکی از دوست... نزدیکترین دوستا و قدیمی ترین دوستای کواندوران دام از دست راستشه توی ترافیک که بودن کواندوراندو جلو نشسته بود خواهرش راننده بود لالپب عقب بود به نظر میاد توی یه جایی توی این مسیری که داشتن دنبالشون میکردن کواندوراندو میره عقب که دراز بکشه یکم بخوابه و لالپپ میاد جلو و همین اتفاق کوچولو باعث میشه که در نهایت لالپپ به جای کواندوراندو قربانی این عملیات اوتیف بشه و تو لحظه به قتل برسه و از لحظه به قتل رسیدنش تا بعدش که پلیس میاد و ماشین رو نشون میده که سوراخ سوراخ شده و کواندوراندویی که داره گریه میکنه همه و همه رو رو ویدیو داریم fired. A fight taken این رو که تیر خورده از ماشین آوردن بیرون اینجا گذاشتنش روی جدول و سوراخ سوراخ شده خیلی مشخصه که هیچ امیدی به زنده موندنش نیست و ناراحتی و گریه کردن کواندوراندو رو میبینیم که حتی لیلدک سمپلش کرد و تو موزیکای خودش از این نو گفتن و گریه کردن کواندوراندو استفاده کرد. اینقدر این انتقام واسش مهم بود. <applause> این نوع رو میشنوید این, این نوع معروفیه که لیلک توی از اون موقع تا الان 2022 تا 2024 که داریم راجعش صحبت میکنیم تو همه ای آلبوماش یه تیکه ای استفاده میکنه از این نوع <applause> اینجا کواندوراندو رو میبینیم که از قتل برادرش برادر بزرگترش برادر بزرگتر برادر معنوی بزرگترش میگم پسرموش که مثل برادر بزرگترش بوده داره اینجوری براز ناراحتی میکنه و از اون طرف لیلریک رو میبینیم که با اینکه نتونست خود کواندوراندو رو به قتل برسونه ولی تونست یه کاری کنه که همون حسی که لیلدرک بر از به قتل رسیدن کینگ وانداش رو کواندوراندو تجربه بکنه این قتل یه مدت طولانی دو ساله ای از اون موقعی که اتفاق افتاد تا الان بدون هیچ سرنخی داشت ادامه میرفت و به نظر من هیچ خبری از اینکه چه کسایی قاتل بودن قرار نیست بشنویم اکثر آدما حتی فکر میکردن که این قتل هیچ ربطی به شیکاگو و اوتیف نداره واسه اینکه خیلی بعیده خیلی کم پیش میاد که یه نفر بخواد صد ست... <coughs> عرض آمریکا رو طی بکنه بره 5 تا ایالت اونورتر به خاطر اینکه یه نفر رو هدف قرار بده و بکشه کلا انقدر منبع وجود نداره که بخوای مثلا یه سری قاتل و سوار هواپیما بکنی ببری یه جا واسهشون ماشین اجاره کنی اسلحه بگیری واسهشون توی ایالت دیگه میرونیش میگم و همه اینا دست به دست هم داد که نظر پلیس فدرال آمریکا رو به خودش جلب بکنه و به نظر میاد این هفته دو روز پیش موقعی که لیلرک دستگیر شد در نهایت پلیس فدرال آمریکا تونست به اندازه کافی مدرک و مستندات جمع بکنه که تقریبا مطمئن باشه از اینکه میتونه لیلدرک و کل اوتیف رو سرنگون بکنه با توجه به این با این پرونده ای که واسهشون درست کرده و در نهایت شروع کرد به دستگیر کردن اون 6 نفر و خود لیلدرک هم در نهایت دیدیم که بعد از دستگیری اون 6 نفر دستگیر شد یه اتفاق جالبی که افتاد که کمتر راجبش حرف زده شد این بود که لیلدرک رو تو راه فرودگاه دستگیری کردند لیلدرک به نظر میاد موقعی که اون 6 نفر رو شروع کردن به دستگیریشون توی فلوریدا توی مایامی بوده و اونجا شستش تیر میخوره و بلا فاصله تصمیم میگیره که آمریکا رو ترک بکنه واسه ساعت 6 و 40 دقیقه دو تا پرواز یه دونه به دوبی و یه دونه به سوئیس چیز رزرو میکنه ولی سوار هیچ کدوم از اون دوتا پروازی که رزرو کرده بود نمیشه و به نظر میاد این دوتا پرواز یه جورایی پروازهای مشکی بودن واسه اینکه ردش و پلیس فدرال گم بکنه و بره دنبال اونا ولی تو واقعیت داستان پرواز اصلی که میخواست بره یه یعنی جت شخصی بود که قرار بود ساعت نه شب بره به سمت ایتالیا و لیلدرک رو به ایتالیا ببره ولی پلیس فدرال آمریکا از اینا باهوشتر بود و در نهایت لیلر که تو مسیر سوار شدن تو اون جت شخصی بود که فرار کنه ایتالیا رو توی همون فلوریدا دستگیر میکنه به زندان منتقل میکنه و توی هفته های آینده احتمالا میبینیم که لیل درک به لس آنجلس منتقل میشه و توی کالیفرنیا جایی که اون قتل صورت گرفته باید بشینه و منتظر دادگاهش باشه تا اینجا به این رسیدیم که چجوری بیف بین لیل کینگوان کینگ وان در مقابل کواندوراندو ان یانگ بوی بالا گرفته قدم به قدم پیشرفت کرده و به اینجا رسیده و در نهایت باعث به اتمام رسیدن کریر لیل داره میشه که از موفق ترین که شیکاگو تا حالا به خودش دیده ولی لیلدرک خودش تنهایی باعث سقوط خودش نشده و به نظر میاد یکی از عوامل اصلی که توی پرونده هم بهش اشاره شده و های لیلدرک هم تیکه تیکه دارن توی استوریاشون دیسش میکنن یکی از عوامل اصلی که باعث شده لیلدرک پاش به این پرونده باز شه و اینقدر راحت بتونن وصلش کنن به این قتل لیلدرک حضور فیزیکی نداشته موقعی که قتل داشته اتفاق میفته تب یه اتفاقی که یه چیزی که تونسته رو به این قتل وصل بکنه این بوده که از کارتا از آبربانک شرکتی اوتیف واسه اجاره کردن ماشین ها و خریدن بلیت هواپیما استفاده شده این اولین فاکتوریه که مستقیما خود شخص لیلدرک رو به عنوان کسی که داشته پول و منابع لازم واسه به قتل رسوندن کواندوراندو و لالپپ رو فراهم میکرده مطرح میکنه ولی از یه طرف دیگه توی پرونده ما میبینیم که پلیس فدرال آمریکا حتی داره به یه مکالمه هایی که توی ماشین موقعی که میخواستن برن اون قتل رو انجام بدن داشته اتفاق میافتاده اشاره میکنه نکن تو با دوربین مدار بسته با دوربین های ترافیکی یا هر چیز دیگه ای میتونی ردیابی بکنی میتونی دنبال کنی که این ماشین چه مسیری رو رفته کجاها دنبالشون کرده اینا چه رستورانهایی رفتن یا چه اتفاقی افتاده ولی نمیتونی جزئیات مکالمه هایی که داشتن رو لبخونی بکنی از روی اون ویدیوها این اطلاعات محرمانه ای که فقط یکی از همون قاتل هایی که اون روز تو ماشین بودن میتونسته داشته باشه و به اشتراک بذاره چیزایی که در نهایت باعث شده کل شیکاگو و کل کسایی که پرونده رو در دنبال میکنن به این نتیجه برسن که یکی از اون قاتل ها کسایی بوده یکی از کسایی بوده که داره این اطلاعات رو با پلیس فدرال آمریکا و FBI به اشتراک میذاره و تن، و در نها... و بهتون گفتم که توی همون اتفاق که داشت میافتاد موقع قتل سه تا تیرانداز داشتیم این سه تا تیراندازی که اینجا میبینید یکی از این صدا تیرانداز اسمشون توی پرونده نیومده و الان از کف خیابونای شیکاگو در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اون سومین تیرانداز اوتیف جم یکی از یه جورایی داداش بزرگای لیلدرک بوده که از اول کریرش باهاش بوده دوازده سال تو زندان بود و بعد از اینکه از زندان آزاد شد به نظر میومد نان شروع کرد به عنوان یه اسنیچ به عنوان یه مخبر واسه پلیس فدرال آمریکا کار کردن و با اینکه یکی از کسایی بوده که ماشه های ده تیرای اول رو توی قتل لالپپ زده خودش کسی بود که همین ها رو شناسایی کرد در نهایت و کسی بوده که این ها رو با پلیس به اشتراک گذاشته یه شایعه ای دیگه ای که داره مطرح میشه اینی که توی چند وقت اخیر توی دو سال اخیری که پلیس فدرال آمریکا پیگیر این پرونده بوده یه جورایی از هر مسیری که میتونسته تصمیم گرفته پیش بره و اعضای مختلف اوتیف رو یه جاهایی گیر به اندازه خفتشون کنه و تلاش کنه ازشون تا جایی که میتونه اطلاعات بکشه تا با استفاده از اون اطلاعات لیلدرک و امپراتوریش رو بکشونه پایین و در نهایت به نظر میاد اوتیف جم نفر اصلی بوده که اون اطلاعات رو به اشتراک گذاشته و حدس من اینه که به خاطر اینکه بتونه جرم قتل خودش رو یه جوری کوتاهتر بکنه و حداقل یه امیدی واسه زنده موندن خارج از زندان واسه خودش به وجود بیاره تصمیم گرفته که کل اوتیف و حتی رئیس گنده و داداش بزرگش لیلدرک رو بندازه زیر ماشین واسه اینکه خودش رو یه مقدار نجات بده شاید مثلا به اینکه حبس ابد تو زندان بخوره هفت سال تو زندان بخوره یه چنین چیزی از یه طرف دیگه چیزی که این مسئله رو عجیب تر میکنه اینه که لیلدرک تو پول کریرش به اوتیف جم شرحات های خیلی زیادی داده و توی یه مصاحبه ای که خود اوتیف جم بر از آزادی انجام داد میبینیم که اوتیف جم مستقیم داره راجع به این صحبت میکنه که بلا فاصله, اینکه که بلا فاصله بر از اینکه از زندان آزاد شد لیلدک یه خونه یه ماشین و پنجاه هزار دلار پول بهش داد واسه اینکه بتونه زندگی خودش رو پیش بگیر و بتونه مستقل یه زندگی جدیدی رو شروع بکنه بعد از اینکه دوازده سال تو زندان گذروند تصور کن یه نفر یعنی تو من فرض کن ما لیل خب دوستت داداش بزرگت از زندان میاد بیرون واسش خونه میگیری ماشین میگیری پنجاه هزار دلار پولم میدی بهش پنجاه هزار دلار پول خیلی پوله یعنی تو آمریکا هم خیلی پوله تو ایران هم خیلی پوله و پنجاه هزار دلار پول میدی بهش در عین حال همون آدمی که داری این خوبیا رو بهش میکنی کسیه که داره کل اطلاعات تو به پلیس فدرال آمریکا میده و داره زیر خالی میکنه تا تو رو از اون تخت پادشاهی که هستی بکشه پایین و تو رو تو زندان ببینه واقعا یه وقتای اینطوریه که آدم میبینه نزدیکترین آدما و کسایی که هیچ موقعی هیچ شکی روشون نبوده چجوری میتونن انقدر سری رنگ عوض کنن و به بزرگترین دشمن یا آرتیست یا یه نفر تبدیل بشن اینو مصاحبه است okay. My whole, my whole time in jail was straight. Dirk was taking care. از کل مدتی هم که تو زندان بوده کل اون دوازده سال لیلرک داشته خرج زندگی کردنش تو زندان رو میداده هیچ موقع تماس رو بدون جواب نمیذاشته و هر درخواستی داشته لیلرک بهش رسیدگی میکرده that's pretty much what he I you know what jam. Bro this shit forever Bruce had this shit forever uh, Jam get out that jam I'll give him 50 He ain't got an axe again bro Like you on gotta on ask. Yeah. Wearing a wire I لیلک توی ترکه، تو ترک بکگم خیلی بیت خیلی معروف داره که میگه که جم وقتی که از زندان آزاد شه بدون اینکه نیاز باشه سوالی ازم بکنه من 50000 دلار بهش میدم و واقعا هم این کارو کرده میگه یکی این رفتارای لیدک بود که به یه لجند انقدر کنده تو شیکاگو تبدیلش کرد و به نظر میاد همین رفتار و همین اعتمادایی بیش از حد و حال دادنایی بیش از حد بود که در نهایت باعث شد ما اینجوری داون فالش رو ببینیم خب بعد پس دیدیم که اوتیف جم که یکی از همون سه تا شوتری بوده که اون روز داشته قتل رو انجام میداده هم در نهایت کسی بوده که از پشت به لیلدر خنجر میزنه و باعث میشه که لیلدر توی این مخمسه ای که الان هست به سر ببره در نهایت این بود کل داستانه که تا الان دوروور این پرونده داریم یه داستان باحالی که باید بهش اشاره بکنیم اینه که این کسی که توی این اکسا میبینید پدر لیلدر که به اسم بیگدرک اگه اشتباه نکنم الان صداش میکنن اسم مسلمونیش نمیدونم چیه تغییر دین داده و الان به مسلمون تبدیل شده دیگه اون گانگستر قدیمی نیست قدیمی یکی از گنده ترین گانگستر دیسایپل شیکاگو بوده مستقیم با لری هوور کار میکرده و پسراش دیسنگ و لیلدری رو میبینیم که به طرز عجیب غریبی پدر بعد از سی سال فکر کنم از زندان آزاد شد و بلا فاصله تو چهار سال بعد از آزادیش میبینیم که پسر بزرگش دیسنگ رو به قتل رسوندن و لیل درک رو حالا پلیس فدرال آمریکا گرفته و به نظر میاد لیل درک هم قرار باقی زندگیش رو تو زندان به سر ببره از اون طرف کل دوروبریای های نگاه کردنش بهشون توی این روزا خیلی عجیب غریب میشه به سرمایه لیلدک نوسکی رو میبینیم که به قتل رسید کینگ وان رو میبینیم که به قتل رسید و یه جورایی یه بار دیگه اون نفرین شیکاگو رو میبینیم که هر کسی از شیکاگو تونست به یه لولی از موفقیت برسه چه فردو سانتانا باشه چه الی کاپون باشه چه راندو نام باشه چه لیلریس باشه چه لیلدرک باشه چه کینگ وان باشه چه نوسکی باشه چه دیسنگ باشه به نظر میرسه بعد از اینکه به یه لولی از موفقیت میرسن اون فرشته مرگی که از شیکاگو دنبالشون بوده ولشون نمیکنه و تا موقعی که زندگیشون خراب شده و تو زندان یا تو قبر نبینه دست از سرشون بر نمی داره و در نهایت میبینیم که اون فرشه مرگ اینجا سراغ لیلدر کم اومد بر از اینکه همه دور و ازش گرفت و میگم یه جورایی داریم پایان یه فصل توی موزیک و توی هیپ هاپ می‌بینیم این لحظه‌ای که داریم روش صحبت میکنیم به نظر من اولین تبعاتی طبع... که قرار به همراه داشته باشه اینی که ما گنگستر به این معنایی که توی ده سال اخیر درک کردیم و باید می‌دونم تو آینده نزدیک داشته باشیم پیشرفت تکنولوژی و یه جورایی تمرکز بیشتر پلیس آمریکا چه فدرال چه ایالتی روی جرم هایی که آرتیست دارن انجام میدن و جنگ هایی که با هم دیگه دارن استارت میزنن و از طرف دیگه افزایش دوربینایی که وجود داره راحت تر شدن مانیتور کردن آدمایی که دارن تو سطح شهر فعالیت میکنن باعث شده که تقریبا انجام چنین جرم هایی به طور خاص چنین قتل هایی بدون تبعات داشتن واسه آدمایی که دارن برنامه ریزیشون میکنن غیر ممکن بشه و اون دوره که میبینیم یه سری گانگستر واقعی که تو خیابونا واقعا مثلا سابقه عجیب غریبی دارن و کارهای عجیب غریبی کردن میان به یه سری رپر تبدیل میشن و میتونن یه کریری واسه خودشون بسازن به نظرم آخراشه که داریم اون فضا رو دنبال میکنیم بعد از اینکه لیل درک اینجوری از بین داره میره یانگ اون داستان واسش پیش اومده لیل بیبی احتمالا یه داستانی واسش پیش بیاد و کم کم میگم داریم سقوط تمام اون گنگستر رپرها رو میبینیم که از اون فضا اومدن بیرون و کم کم هم میبینیم که زندگیشون چجوری از هم میپاشه بعید میدونم کسی اونقدر دیگه جذبه این بشه که بخواد این مسیر رو پیش بگیره و دیگه بعید میدونم آرتیستی بتونه به این سطح از شهرت برسه از اون مسیر لیلدرک، کینگوان، کینگ وان، ان بی بوی، لیل ریس اینا همه نسل آخر آدمایی بودن که به نظرم دیریل به اون معنی که از شیکاگو داشت میومد بیرون رو پیش گرفتن و به نظرم این دستگیری لیلدرک یه جورایی صفحه آخر اون کپتر موسیقی هیپ هاپ بچه ها این بود اپیزود دوم داستان پایان لیلدرکی داستانی که میگم خیلی وقت بود من فکر من خیلی مشکوک بود که این جرمایی که انقدر مستقیم داره به لیلدرک وصل میشه رو تا الان کسی به طور رسمی پیگیری نکرده ولی به نظر میاد کل شکایی که داشتیم اینجا به واقعیت تبدیل شد و پلیس فدرال آمریکا داشت تلاش میکرد تا جایی که میتونه سند غیرقابل انکار جلب بکن جمع بکنه از جرمایی که مربوط به لیلدرک. و موقعی که دستش پره بیاد و در نهایت اون دستگیری ها رو انجام بده و از یه طرف دیگه این تلاش لیلدرک واسه فرار کردن از آمریکا و به ایتالیا رفتن یه مقدار باعث میشه به نظر من لیلدرک گناهکارتر به نظر برسه وقتی داریم از بیرون نگاه میکنیم میدونی چی میگم وقتی چیزی واسه ترسیدن نداشته باشی دلیلی واسه فرار کردن رو لزوما نباید وجود داشته باشه دیگه و اینکه مستقیما مردر هایر جرمیه که به لیلدرک منتصب کردن و یه جرمیه که حبس ابد و حتی حکم اعدام میتونن واسش ببره پلیس فدرال آمریکا یکی از ترسناکترین ترین اتفاقایی که واسه آرتیست میتونه بیفته خود کریر لیدر که اگه دنبال کرده باشید از سالها قبل داره پروژه های مثل فدرال نایت رو میده بیرون کابوس های فدرال و راجع به این صحبت میکنه که تنها چیزی که ازش میترسه پلیس فدرال آمریکاست و در نهایت میبینیم که تونست اینو مانیفست بکنه و بزرگترین ترسش رو به دم خونه خودش بکشونه و در نهایت الان لیدر رو ببینیم که طبق حدس کریش تموم شده رابطه عاطفیش تموم شده دیگه بچه هاش رو به اون معنی نمیتونه بزرگ بکنه دیگه نمیتونه اون کسایی که از محلش تونسته بود به یه جایی برسونه رو کمک بکنه بهشون و میگم اون امپراتوری که درست کرده بود همش یه شبه اینجوری فرو بپاشه بازم باید وایس ببینیم چه اتفاقی میفته و یه موقع احتمال داره مثل مثلا این گندی که سیستم غذایی آتلانتا توی پروژه یانگساک داره میزنه باعث شده که لیلدک بتونه بیاد بیرون ولی اینکه طرف لیلدک برخلاف یانگساک پلیس فدرال آمریکاست مسئله رو خیلی سختتر میکنه پلیس فدرال آمریکا معمولا یه پرونده رو قبول نمیکنه مگه اینکه از چی میگن موفقیت توش مطمئن باشه و بعد باسی ببینیم چه اتفاقی میفته این بود قسمت دوم از داستان پایان لیلدرک تو هفته های آتی اطلاعات بیشتری دستمون میاد و این هم در نظر داشته باشید که همون پلیس فدرال آمریکا که دارم میگم به نظر میاد داره تلاش میکنه که این پرونده که فعلا فقط مربوط به قتل لالپپ و تلاش واسه کشتن کواندوراندو رو تبدیل به یه ریکو کنه واسه کل اوتیف و واسه اون کار لازمه که یه مجموعه جرم دیگه یه مجموعه قتل دیگه و یه مجموعه اتفاق دیگه ای که افتاده رو بتونه مستقیما به اوتیف و وصل بکنه و به نظر میاد در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم پلیس فدرال آمریکا میگم این حرفایی که میگم توی مثلا پیجای گاسیب مثلا توی توی شیکاگو داره زده میشه به نظر میاد پلیس فدرال آمریکا داره برمیگرده عقب و کل قتلهایی که شایعه دخالت لیل توشون وجود داشته رو توی شیکاگو مثل قتل اف جی مثل قتل اف کش و قتل بقیه دشمنایش که توی شیکاگو به قتل رسیدن رو از پلیس شیکاگو تحویل میگیره و یه بار دیگه با ذره بررسی میکنه تا اینکه بتونه انگای دیگه و پرونده های دیگه هم به این داستان اضافه بکنه و در نهایت با یه ریکو کل اوتیف رو از بین ببره به نظر من اند گیمی که پلیس فدرال آمریکا دنبالشه اینه و این پرونده ای که الان داریم راجعش صحبت میکنیم فقط یه قدم تو اون مسیره واسه همینه که میگم از همپاشیدن پاشیدن اوتیف و تموم شدن زندگی لیلدگ به اون معنی که تا الان میدونستیم تقریبا حتمیه و در نهایت میخواستم یه اشاره‌ای به این بکنم که فقط یه نفر تونسته صحنه دیرل شیکاگو موفق لژندری سالم زنده آزاد بیاد بیرون و اون کسی نیست جز شیف کیف همین کسی که عکسش رو این می می‌بینید یه کسی که مسخرش کردم واسه اینکه از اون لایف استایل گانگستری شیکاگو اومده بیرون و رفته توی لس و یه زندگی آرتسی تری رو شروع کرده یه زندگی لوکی تری که دایره کوچیکتری داره با آدمای محدودتری در ارتباط و در عین حال با اینکه به درآمد خیلی کمتری رسید نسبت به لیل درک ولی تونست اون فضای امن و واسه خودش به وجود بیاره و توش به نظر من یکی از جذابترین کریرهای و بین رپرهایی که توی این ده سال اخیر دارن فعالیت میکنن داشته باشه و اینجا میخواستم یه جایی باشه که ما گلای چیفکیف رو واقعا بهش میدیم چیفکیف از همون جایی میاد که لیل درک بهش میاد. ازش میاد همون بگاهیا رو کشیده با همون آدما گشته ولی انقدر باهوش بوده و انقدر توانایی پیش بینی و دیدن جلو رو داشته که میدونسته که اگر همون زندگی رو بخواد ادامه بده دیر یا زود این اتفاق واسش میفته و با فاصله گرفتن از اون لایف تونست زندگی خودش رو عوض بکنه و به این افسانه ای که امروز میشناسیم تبدیل بشه و چیف کیف باشین نلیل درک